با عرض سلام به بینندگان تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی، دنباله اخلاق در اسلام، منتها یکی دوتا خبر محض اطلاع کوتاه که توجه بینندگان گرامی تلویزیون میهن رو به اون جلب کنم. به نظر من خبرگزاری ایسنا البته بلوچ ها را خیلی ناراحت کرد این مسئله. بله، دانشجویان خبرگزاری دانشجویان ایرانی معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که استقرار 1 میلیون نفر جمعیت طی 5 سال از شرق چاه‌بهار تا جنوب مینا، حزب الله یارا میبرند و چیز میکنند. به هر حال به نوشته دیگه 5 میلیون نفر در عرض 5 سال، حالا به هر حال. و رادیو زمانه هم 1,200,000 نفر در چاه‌بهار فقط. به هر حال کاری نداریم، این خواستم اطلاع رسانی کرده باشم. و یه چیزی بود که خیلی فاجعه آمیز بود واقعا، بچه ای در کرمان داشت از جوب آب میخورد و فقر فلاکت از اوضاع خودش و مادرش و کسان دیگه کنار چشمه میباره. و جمهوری اسلامی هم اعلان کرده که حدود 13 میلیارد که پول جزئی البته میخوان حرم حضرت امام حسین رو 8 متر بالا ببرن و در کرمان هم بچه ها آب ندارن. و سردار سلیمانی هم از کارگاه ساخت گنبد جدید امام حسین، من به آقای بهبهانی اونو فرستادم، بازدید کرده. این دوتا را که کنار هم گذاشته، این بالاش نوشته ستاد بازسازی حرم امام حسین علیه السلام جهت بالا بردن گنبد حرم امام حسین به ارتفاع 8 متر که حدود 5,800 خشت طلا لازم دارد و مبلغ هر عدد خشت طلا 2,250,000 تومان می باشد، متاسفانه متقاضیان متقاضیان می توانند جهت خرید با ستاد استان کرمان تماس بگیرند. بله، سند پرداخت بعد از 14 روز تلفنشو گذاشته، زیرش هم اون عکس واقعا فاجعه آمیزه. برو که جغد نشینت به خانت ای شیخ، چه خانه ها که تو محتاج بوریا کرد. یکی از خطاهای بزرگی که رضا شاه مرتکب شد، فرستادن 2000 لوحه تخت جمشید به ایالات متحده آمریکا. حالا که بخونم برگرد، حالا پرونده مصادره آثار 2000 ساله ایران، 2480 ساله، فقط دوره داریوشن 60,000 تاست، ببخشید، بله 30,000 تاست، 6,000 تاش سالمه. خانم هایدمار کوخ از اونها که فرمانهای داریوش را کتابش رو بیرون آورده دستش درد نکن. همه به زبان ایلامی هستن، پارسی باستان هم نیستن، چون زبان کتابت بود. زبان پارسی باستان زبان قشون، شاه و اشرافیت بود و زبان بابلی زبان اداره و ادمنستراسیون. اینن در ایران همیشه 3 زبان داشته برای تفکیک قواش. بعد از اسلام ترکی جانشین فارسی باستان میشه که اشرافیت و شاه و قشون، عربی جانشین بابلی میشه که دین و اینم اضافه شده، زبان بین المللی و علم و تجارته. و فارسی هم، فارسی دری ما هم تبدیل به زبان کاتبان و شاعران میشه به جای ایلامی. بله، به هر حال
پرونده مصادره آثار 2000 ساله ایران روی میز قضات دیوان عالی کشور آمریکا که عزیزان میتونن این رو که من یه بخشاشو میخونم، واقعا فاجعه است. دیوان عالی ایالات متحده روز سه شنبه، منظور 27 ژوئن همون دو روز قبل، اظهارات بازماندگان حمله تروریستی 20 سال پیش در اسرائیل را که خواهان مصادره قطعات باستانی موجود ایران در یکی از موزه های آمریکا جهت تأمین قرابت 71.5 میلیون دلاری از تهران هستند خواهد شنید. و گنبد امام حسین رو میسازن، پول حداقل نمیدن که اون آثار رو استخلاص بکن. بله، به گزارش خبرگزاری آشوشتید پرس، قضات دیوان عالی اعلان کردند که امروز بررسی حکم قبلی دادگاه را مبنی بر اینکه قربانیان آمریکایی انفجار سال 1997 در اورشلیم نمیتوانند به دنبال ضبط مجموعه تاریخی ایرانی موجود در شیکاگو باشند آغاز میشه. آمریکایی یهودی ها گفتن که حزب الله رو چیز کرده، همه این قاطی میکنن با هم دیگه. دادگاه ممکنه این هم یه پرونده دیگه باشه. دادگاه تجدید نظر در ناحیه هفت آمریکا پیشتر حکم کرده بود که ایران مالکیتی بر بخشی از مجموعه باستانی که در موزه طبیعی و دانشگاه شیکاگو نگهداری می شود ندارد و بقیه آن قطعات تاریخی هم طبق قوانین ایالات متحده از مسئولیت برخوردار هستند. شاکیان پرونده ایران را متهم می کنند که به گروه فلسطینی زیرشه حماس که حمله مذکور را انجام داده است خدمات آموزشی و دیگر حمایت های لازم را ارائه داده است. این افراد موفق به جلب حمایت دادگاه در این دیدگاه شده و به دنبال منبع تأمین غرامت خود هستند. ایران مالک واقعی مجموعه پرسپولیس شامل هزاران قطعه الواح گلی با قدمتی بیش از 2000 سال است، اما بر اساس این قرارداد به بلند مدت با دانشگاه شیکاگو به منظور انجام تحقیقات و ترجمه متون و مستندسازی از سال 1937 در اختیار این دانشگاه قرار گرفت. بله، اینم کار رضا شاه کبیر، یکی از کارهای کبیر ایشونه. یا عکسشو میفرستادن یا همینجور که انگلیسا یه دونه سفاله دیگه ای از استوانه کوروش ساختن که صاف بود، تو نرفته بود مثل اصلی، فرستادن به ایران، عین همونو میومدن خود امریکایی ها گل برداری میکردن میبردن نگه میگفتن. بله، بی بی سی هم همون مسائل رو به نحو دیگه ای تکرار کرده که من واردش نمیشم، ولی یه نقطه هست. در سال 2003 میلادی دادگاه در امریکا بر اساس شکایت قربانیان آمریکایی این حادثه دولت ایران را به پرداخت بیش از 5 میلیون دلار غرامت محکوم کرد. این هم یه رقم دیگه است. خواستم همیشه من مقایسه میکنم چون اولین کسی که قیاس کرده شیطانه دیگه. آخون گفته ممنوعه. دولت هم همینطور. در اقدام دیگر، قرار است هیئت منصفه دادگاه در نیویورک امروز درباره ادعای تعلق یک برج اداری 36 طبقه در نیویورک به دولت ایران تصمیم گیری کند. این برج متعلق به بنیاد علویز پهلوی بود قبلا، اما دادستان نیویورک میگوید یکی از سهامداران بنیاد علوی با دولت ایران در مراوده بود و بخشی از تحریم های دولت امریکا علیه ایران را نقض کرده است. همون داستان روباه و زاغ دیگه، با گوسفنده بسته ببخشید، گرگ و گوسفند چشمه رو آلوده میکنه، میگه پایین هم میگه نه فلان آب میاد بالا. برها یکی هم اسرائیل نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه را لغو کرد. در سایت بی بی سی بود و جالب این بود که روز بعد اون زنها رو برداشته بود
ولی خوشبختانه یکی از دوستان برداشته بود، من به نظرم با آقای بهبهانی هم فرستاد. من همچون یک فرد لایک و سکولار عید فطر یعنی تمام شدن ماه رمضان یا به قول ابن سینا مرزان را به همه مسلمین به خصوص هموطنان گرامی مسلمان تبریک میگویم. بو علی در فن حکمت استاد رمضان را مرزان نام نهاد، چون مردم مریض میشه. به نظر من هر عیدی را که نشانه شادی است ولو مذهبی بایستی برای افزودن به شادی ها در این عصر غم و اندوه و آخوند حاکم و عصر اضطراب به قول یک به اصطلاح بگم اندیشه شناس هلندی مقیم آمریکا، بله عصر اضطراب نامیده، بله تا زمانی که بشریت به رشد انسانی عقلی و علمی کامل برسه و دیگه این اعیاد مذهبی رو رها کنه. ولی وقتی عیده بایستی جشن گرفت به کوی چشم آخوند که فقط میگریم. همچنان که تولد زرتشت را، عید میلاد مسیح را، یا خلقت آدم، آغاز تقویم یهودی 5777 سال پیش که بنا به محاسبه کاردینال اوشر 4004 سال قبل از میلاد مسیح میشه 6023 سال برخلاف یهودی، اونها رو هم تبریک میگفتن و میگن. به هموطنان مؤمن یهودی و زردشتی و مسیحی، همینطور برای مسلمین نیست، این دو عید اصلی رو که پیغمبر قرار گذاشته پیغمبرشون، فطر و قربان رو. البته بعدن تولد پیغمبر و بعثت او بر این اعیاد افزوده شد که سلفیستا به دلیل اینکه اینو بدعت میدونن تولد رو نمیگیرن. اما ضمن تبریک عقایدم عقایدم را نیز همچون فرد علمگرا و عقلگرا در مورد موهوم بودن وجود و تولد آدم، زردشت و موسی و نادرست بودن تاریخ تولد مسیح در 24 دسامبر و اختلاف در تولد پیغمبر اسلام بیان کرده و میکنم. همچون یک انسان علمگرا، عقلگرا و انسان دوست و سکولار در مورد اعیاد دینی از جمله اسلامی نیست، از دید انسانی، علمی و عقلی حرف داره. با عید قربان مخالف بوده و خواهم بود. هفته گذشته به بخشی از دلایل قربانی حیوانات در ادیان نه همش که فرافکنی از قربانی فرزند یعنی انسان است اشارتی کرد. زرتشت تازه متولد شده را نیز همانند اسحاق و اسماعیل که زر این دوتا رشد کرده بودند، پدر زرتشت یعنی پورشسب درسته دو رنگ، به توصیه جادوگر میخواهد در همون روز تولدش قربانی بکنه و بکشه. میاره در مسیر اول اسبان قرار میده که یه اسب ما نمیشه، در مسیر فردا گاوان قرار میده، باز معجزه خدایی نجاتش میده و مادرش دغدو پس از اطلاع او رو برمیداره در هر دو. یعنی در مورد زرتشت نیست پدر قصد جان پسر تازه تولد یافته را داره. من مراسم قربانی انسان که فرافکنی شده به نظر من به قربانی حیوان به جای فرزند است را پایه نهفته خشونت و بیرحمی در ادیان میدون. عید قربان شامل این قضاوت است و با آن سخت مخالف.
عید فطر و پایان ماه رمضان، آن هم در فصل تابستان، واقعا برای مؤمنین عید است و باید تبریک گفت که تمام شد و نجات یافتن. تبریک به خاطر شکنجه و خودآزاری برای هیچ. حال که عزیزان علم طب میکروبی بیولوژیک و شیمیایی پیشرفت کرده، به جای روزه دینی باید روزه مواد مضر بر بدنمان را بگیریم، البته بنا به توصیه دکترها که مبتنی بر تجزیه تحلیل شیمیایی و بیولوژیک وجود هر یک از ماست، فرمول عمومی هم نداره. در مورد ماه رمضان و هر سه سال عقب ماندن یک ماه از نسبت به تقویم ثابت خورشیدی سخنانی گفتم و خواهم گفت که بالاخره این خطای پیغمبر اسلام رو ملکشاه سلجوقی تصریح کرد که همین تقویم جلالی ما رو درست کرد که اون یکی مرخص قمری. پیامبر چون از تقویم شمسی قمری 13 ماهه بسیار پیشرفته و عقلانی عرب اطلاع درست و منطقی نداشت و عینک دینی حلال و حرام، ماهای حرام به هم میخورد را به چشم زده بود، با تغییر 13 ماه عربی، با حذف ماه نسی از به معنای فراموش شده یعنی نسیان گرفته، از واژه نسیان هم از اون میاد، به 12 ماه قمری مسلمین را با این حذف اون یک ماه دوچار یک تقویم ناقص قمری کرد. گفتم پیغمبر اسلام چون مشورت میکرد میاندیشید، خطا کم داره، این یکی از خطاهای بارز اوست و قاف بزرگش. چرا؟ برای اینکه جمع‌آوری مالیات و روزهای معین و متغیر در فصول سال که جشنهای دینی و عزاداری هست به هم میخوره، هر مرتب عوض میشه. یک سال قمری عزیزان با ماهای 29 و 30 روزه 354 روز و 8 ساعت و 48 دقیقه 66 ثانیه، حالا همون 354 روز و 8 ساعت، و نه مانند سالهای به اصطلاح 12 ماه شمسی که 6 ماه 31 روزه، 5 ماه 30 روزه و 1 ماه 29 و یا 30 روزه داره که جمعا 365 روز و 5 ساعت و 48 دقیقه بخور میشه. اعراب فهمیده و عاقل پیش از اسلام که مسلمین به ناروا تمدن آنها را به نادرست عصر جاهلیت نامیده و خواستند سیاه جلوه دهند تا خود سفیدتر جلوه کنند، هر سه سال با افزودن ماه نسی که در آیه 37 توبه آمده، عقب ماندگی 11 یا 12 روزه تقویم قمری را نسبت به شمسی جبران میکرد تا ماه های سال با فصل های چهارگانه منطبق کردند، که در واقع به بیان نجومی ماه 13 یعنی ماه نسی کبیسه گیری برای سال قمری بود. در همون یه روزی که چیز میکنم، در ماه نسی نگاه کنید به دو کتاب بی نظیر ابو ریحان بیرونی، التفهیم لأول صناعات التنجیم به عربی و فارسی نوشته و آثار الباقیه عن القرون الخالیه، اثرهای مانده از قرنهای گذشته خالی شده، که به فارسی سه بار ترجمه شد. طبعا آخرین ترجمهش بهتره، اولش هم آقای اکبر دانسرشت من دارم اونو 1321 ترجمه کرد. و منبع دوم که مهمترینه سوره توبه آیه 37 قرآنه، گاهم به خطا ترجمه میشه، نسی را حذف میکنن، واژه نسی در اونجا اومده.
من به سایت تدبر که انواع ترجمه ها رو میده دیدم برخلاف معمول ترجمه زنده یاد محمد حسین طباطبایی هم خوب نیست در تفسیر المیزان. بهترینش مال الهی قمشهیه، اونجا هم چنین می نویسه، من نقل قول می کنم، استاد الهی قمشهی آیه 36، همانا عدد ماها نزد خدا در کتاب، آقای الهی قمشهی پارانتز باز کرده نوشته کتاب تکوین یعنی خلقت و تشریع یعنی قرآن، خدا 12 ماه هست از آن روزی که خدا آسمان و زمین را بیافرید و از آن 12 ماه 4 ماه ماهای حرام است. ایشون پارانتز باز کرده نوشته نزد اکثر مفسرین آن 4 ماه ذی‌قعده الحرام، ذی‌حجة الحرام، محرم الحرام و رجب الحرام است، که من حرام ها را اضافه کردم. این است دین استوار بقیه آیه قرآن و محکم. پس در آن ماه ها ظلم و ستم به جنگ و خونریزی در حق خود و دیگری مکنید و متفقاً همه با مشرکان قتال و کارزار کنید، چنان که مشرکان نیز متفقاً با شما به جنگ و خصومت برمیخیزند و بدانید، یا برخیزند درسته، اگه نکنن نکنید یعنی، و بدانید که خدا با اهل تقواست. آیه 37 اولش با نسی بعد توضیح داده، من توضیح رو در آخرش می نویسم برای اینکه جمله قطع نشه. نفسی افسایش در کفر است که کافران را بدان به جهل و گمراهی می کشد. سالی ماه حرام را حلال می شمرند و سالی دیگر حرام، تا بدین وسیله با عده ماهایی که خدا حرام کرده سازگاری و برابری داشته باشند و حرام خدا را حلال گردانند. این از فهم محمد ابن عبدالله از مسئله نسی، به این دلیل حذفش کرده. ادامه آیه، اعمال زشت آنها در نظرشان زیبا نمود و خدا هرگز کافران را هدایت نخواهد کرد. توضیح نسی را همین آقای گمشهی چنین میده، نسی یعنی ماهی که ماهی را تغییر و تبدیل کردن به ماه دیگر و حکم ماه حرام را در هر 3 سال سالی 10 روز به ماهی متأخر انداختن که بدعت زمان جاهلیت، چون درست وسط 2 تا ماه حرام قرار گرفته، ذی‌حجة الحرام و محرم الحرام. اون ماه نسی می اومد یه ماه اضافه می کرد که اینا در سر فصل خودشون باقی بمونن. بنابراین این حرام رو حلال کردن به این مسئله اشاره است. و من اونجا یه نقطه رو در تکمله سخن آیت الله الهی قمشهی اضافه می کنم، این بدعت عاقلانه عصر عاقلیت بود نه جاهلیت، نسبت به زمان جاهلیت اسلام در این مورد. اسلام هم درخشندگی های فراوانی داره، این یکی از کارهاشه که واقعا اصلا هیچ دفاع نداره، فقط مؤمن میتونه دفاع کنه. چون که از آیه معلوم است پیامبر گمان میبرد که از خلقت آسمان ها و زمین همین 12 ماه قمری وجود داشته و حرام هم بودند، انسان حتی وجود نداشته، و در صورت دخالت دادن ماه 13 هر سال 11 یا 12 روز جا به جا می شود و روزهای 4 ماه حرام، محرم و رجب و ذی‌قعده و ذی‌حجه در ماهای بعد می آید و ترتیب ماهای حرام به هم می خورد. قبل از اسلام 12 ماه نسبت به فصلهای 4 گانه ثابت بودن، مانند ربیع یعنی بهار، ربیع الاول یعنی اول بهار و به همان معنا، و ثانی هم ماه دوم بهار که تصادفا تولد پیغمبر نیز در آن است. سنی ها 12 و شیعه ها 17 ربیع الاول رو میگیرن. جشن تولد و بعثت و تولد علی و فاطمه برای اولین بار به صورت عمومی
در مصر خلفای فاطمی شیعه اسماعیلی در سال 1100 میلادی یعنی 478 هجری شمسی از اول بعثت و تولد اینا رو نمی گرفتن، رسمی شد. منشأ بسیاری از جشنهای مسلمانان سنی به سال 1207 یعنی 107 سال بعد از اون، بعد از اون که اسماعیلی ها انجام دادن، یعنی به جای 478 میشه 583 اگر اشتباه نکنم، 5. بنابراین 612 رو بایستی از 1207 کم کرد، 622 رو بایستی از 1207 کم کرد، 5 میاد. بعد که در آن مظفرالدین شوهر خواهر صلاح الدین ایوبی که مشغول جنگ صلیبی بود برای تقویت روحیه جنگی مسلمین در جنگ های صلیبی به مدت یک ماه در اربیل عراق جشن تولد پیغمبر رو برگزار کرد. در گذشت و وفات پیغمبر هم با اختلاف اندک بنا به نظر غالب موجود 28 صفر سال 11 هجری قمری مطابق 8 ژوئن 632 که 18 خرداد 11 هجری میشه. البته در تبدیل تقویم ها اختلاف است و در سایت شیراز تکنولوژی مساوی 28 ماه می میشود، نه 8 ژوئن و برابر 7 خرداد. و هشتم ژوئن هم اگه بذاریم، هشتم ژوئن 632، 18 خرداد و 10 ربیع الاول میشه. یه چیزایی گفتن، نوشتن، روایت، اون موقع هم این دقت ها وجود نداشت. اینا رو میخوام نشون بدم که همچنان که تولد عیسی مسیح رو ذکر کردم در مورد مسلمین هم همین گرفتاری ها هست. مگه چه آدم نبینه، مقلد باشه یا فکر کنه ویکی‌پدیا درست میگه؟ اما اگر با معیار عقل و منطق و نه تقلید، آن هم از آخوند شیاد و دین فروش، به معنای اغلب ماهای دوازدهگانه در پیش از اسلام و آغاز اسلام توجه کنیم، می توانیم جای حقیقی آنها را نسبت به فصلهای چهارگانه تعیین کنیم. من اینا را بیان می کنم چون مسئله مهمیه، به اندیشه ما را وامی داره. محرمی از واژه حرام میاد، حرام کردن. سفر یعنی خالی بودن، گویا اهل مکه سفر میکرد، خالی میشد مکه. ربیع الاول، ربیع الثانی، ماه اول بهار و ماه دوم بهار، و چون ماه 13 ماه بوده و تقویم شمسی هم بوده، سر جاش بی خود اسم نمیذاره ربیع. جمادی الاول رو بعضی ها به غلط منجمد که زمستان، نه، خشک میشد، بهار تموم میشد. بله، رجب به معنای بزرگ داشتن و احترام گذاشتنه، ماه هفتمه. ماه هشتم شعبان، شعبه شعبه شدن، گویا دنبال آب میگشتن، اینم یه روایته، حالا نمیدون، ولی قطعا شعبان از شعبه شعبه شدن میاد. رمضان از ریشه رم، شدت گرما و سوزش تابستان رو بیان میکنه. ماه نهمه که به مهر ماه میفته، در عربستان خیلی گرمه و در قرآن تنها ماهی که اسمش اومده در بقره آیه 185 همینه. شوال، از شوله بلند شدن، برخواستن و بلند کردن. ذی قعده، قعد نشستنه، در خانه میشستن. و ذی حجه هم ماه حج. بنابراین خواستم اینا رو هم به قول مرو این تابوها بشکنه و بدونید که بنابراین اگر ربیع الاول و ربیع الثانی
این برای اینکه این ماه ها رو اون ماه 13 اضافه میکردن تا نسبت به فصل های چهارگانه ماه ها سر جاشون باشن، اسماشون هم معنی داشته باشه. رمضان به زمستون نیفته، ربیع الاول به زمستون نیفته، یا به تابستون نیفته، یا به پاییز. اگر ربیع الاول ربیع الثانی را برابر فروردین و اردیبهشت بگیریم، آغاز سال قمری شمسی 13 ماهه عربستان اهل عاقلیت به محرم و بهمن ماه میفته. محرم بهمن ماه میشه، صفر که ماه تولد پیغمبر اسفند ماه میشه بنابرای تقویم همین جلالی، در حالی که بنابرای مشهور و مورد قبول عامه که در تمام ویکیپدیا ها هم خارجی و داخلی اومده، 28 صفر 11 هجری قمری برابر 8 ژوئن 18 خرداد. خواستم تناقض رو نشون بدم. با این منطق اگر محرم مطابق بهمن باشد، نهم ماه نهم یعنی رمضان به معنای شدت گرما و سوزش مصادف مهر ماه می شود. اما اگر بنا به مشهور صفر با خرداد یعنی ژوئن مطابق باشد، رمضان به دی ماه یعنی اول زمستان می افتد. معنای شدت گرما و سوزش بی مسما می شه. با منطق درست همانند محرم ماه آغازین تقویم در بهمن ماهش، ذی‌حجه انجامین ماه تقویم عربی در دی ماه قرار می گیره. در حالی که بنا به مشهور ماه ذی‌حجه منطبق با فروردین ماه می شود. این به هم ریزی ماه های دلخواه آخوند می باشه تا مقلدین در پیروی از سنت چون و چرا کردن رو فراموش کن و مقایسه نام ماه ها با واقعیت آنها رو، اولین کسی که مقایسه کرد شیطان بود، دومیشم من هست. اینم مطلبی بود که من کار کرده بودم، دریغم اومد با اینکه راجع به موضوع نبود به بینندگان تلویزیون میهن گفته نشه. رسیدیم به اون هشت جنبه اسلام، به اصطلاح دین اسلام، خداشناسی و نبوت و فرجامشناسی و ماد، سوم چهارم جهانشناسی، پنجم کتاب مقدس و منطق دینی، و رسیدیم به ششم اخلاق و ارزش‌های نیک و بد فردی یعنی حلال و حرام و واجب و گناه و جمعی که در سوره حجرات به خصوص اومده. و بعد از اون به اصطلاح هفتم مراسم و عبادات و هشتم نظام اجتماعی مطلوب و مدینه فاضلش، اسلام حکومتی یا حکومت اسلام. تکرار از هفته قبل برای یادآوری. اخلاق قرآن را که بخش ششم از ایدئولوژی هشتگانه اسلامی است، به دو بخش اخلاق فردی و اخلاق جمعی تقسیم کرد. حال دنباله شرح و نقد بقیه اخلاق فردی در قرآن می‌پردازد. تکرار می‌کنم، نقد علمی و خردگرایانه در عصر علم ضربه ای به مراتب کاری تر از نظر دشمنان رقیب مثل مسیحیان و بهائیان و نمیدونم، فرض کنید که، و مخالفین عقیدتی ایدئولوژی ها و ناسیونالیست های افراطی به اسلام وارد میکنه. چرا؟ برای اینکه باعث بیداری خرد، ترک تقلید و کنار گذاشتن تقدس میشه. داستان قربانی انسان و حیوان جزء چیزهای به اصطلاح بحث دنبال بحث قبلی بود. حیوان در ادیان ابراهیمی و البته ادیان دیگری مثل هندویزم، از وداییزم گفتم بودا و مهاویرا بر علیه اون برخواستن. قربانی انسان در هند، مرکز اقوام هندوی اروپایی، و همینطور در دین زرتشتی
اینو اینجا میگم، در یشت ها، در مهریشت، در قطعات پایانی که گفتگو میان اهورامزدا و ایزد مهره یا میتراست، برخلاف قطعات از نوشیدن گیاه نشعاور یا سکراور هوم یا هوما که در هندویزم سانسکریت سوماست و قربانی کردن چهار پایان و پرندگان تر و توصیه میشه. یشتا هم همانند اوستا که قطعات بخشونه جزو یکی از پنج کتاب مقدس زرتشتیانه. به نظر من ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و از جمله اسلام هر سه قربانی را، آن هم قربانی پسر به وسیله پدر را، برای خدا طرح و تقدیس میکنه. روایت تورات بله، ابراهیم به دستور خدا پسرش اسحاق را بی آنکه اسحاق از ماجرای قربانی شدنش آگاه باشد به قربانگاه میبرد. هفته گذشته اشاره کردم، الان اون بخشو میخوام از سفر پیدایش باب 22 آیه 1 تا 19 مخصوصا آیه 7 بخونم. و واقع شد بعد از این وقایعی که خدا ابراهیم را امتحان کرد، بدو گفت ای ابراهیم، عرض کرد لبیک، گفت اکنون پسر خود را که یگانه توست، چون از ساراست و او را دوست می‌داری، یعنی اسحاق را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان می‌دهم برای قربانی سوختنی بگذار، که همش می‌سوزه، مثل حیوانات کوچو چیز نر را هم که میسوزونه همش میسوزونه. بامدادان ابراهیم برخواسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خیش اسحاق برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی هیزم شکسته بله و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود رفت. و در روز سیوم ابراهیم چشمان خود را بلند کرد و آن مکان را از دور دید. آنگاه ابراهیم به خادمان خود گفت شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده و نزد شما بازاییم. پس ابراهیم هیزم قربانی سوختنی را گرفته و بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و کارد را به دست خود گرفت و هر دو با هم می رفتند. یعنی آتش تولید نمی کرد، آتش رو همراه می برد. جالبه، هنوز عصر آتش نرسید. و اسحاق پدر خود ابراهیم را خطاب کرد، گفت ای پدر من، گفت ای پسر من، لبیک، گفت اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟ ابراهیم گفت ای پسر من، خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند. اینه که پسر نمیدونه، این آیه رو میخواستم بخونم. و چون بدان مکان خدا بدو فرموده بود رسیدن، ابراهیم در آنجا مذبح را بنا نهاد و هیزم را بر هم نهاده و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم مذبح گذاشت و ابراهیم دست خود را دراز کرد، کارد را گرفت تا پسر خیش را ذبح نماید، بعدم میسوزونه دیگه. در حالی که فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داد و گفت ای ابراهیم، عرض کرد لبیک، گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الان دانستم که تو از خدا میترسی. قبلا نمیدونست، چون که پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی. آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرد، دید اینک گوچی در عقب وی در بیشه به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و گوچ را گرفته، آن را در عوض پسر خود برای قربانی سوختنی گذرانید و ابراهیم آن موضع را یهوه یریه نامید، آنچنان که تا امروز گفته می شود و در کوههای یهوه دیده خواهد شد. در کوههای یهوه دیده خواهد شد. بار دیگر فرشته خداوند با ابراهیم از آسمان ندا در داد و گفت خداوند می گوید به ذات خود قسم می خورم، چون که این کار را کردی و پسر یگانه خود را دریغ نداشتی، هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را
کسی سازم مانند ستارگان آسمان و مثل ریک هایی که بر کناره دریاست و ذریت تو دروازه های دشمنان خود را متصرف خواهند شد و ذریت تو جمیع امت های زمین برکت خواهند یافت چون که قول مرا شنیدی. پس ابراهیم نزد نوکران خود برگشت و ایشان را برخواسته و فلان. این از و بنابر روایت بدتر قرآن ابراهیم خوابنما می شود و خدا در بیداری این خرافات ابراهیم را می نسونسه به خاطر دیدن یک خواب پسرش را قربانی می کنه. ولی قرآن با آگاهی که فاجعه تره، خدا در بیداری در ابراهیم مستقیم و به وسیله فرشته‌ای به او امر و وحی نمی کند، بلکه خوابنما میشه. پس از بیداری از خواب پسرش اسماعیل را آگاه میکنه تا به قربانگاه ببره. سوره و صافات آیه 100 تا 108 که چون کوتاه اونم بازخوانی میکنم که بسیارش به نظر من شرم‌آورتر از تورات. تسلیم بدتر از برده وار پسر به پدر خرافاتی خود که خواب نما شده و در یک جنایت بیشرمانه خرافی تبلیغ میشه در هر دو کتاب. و این به اصطلاح چیز اینه، اون بخش بگم قرآن که بله بله ابراهیم گفت پروردگارا مرا از صالحان فرزندی عطا کن. پس او را به پسری بردبار بشارت دادی. وسط دعوا قرآن نرخته میکنه و هنگامی که با او به مقام سعی رسید، او به مقام سعی رسید یعنی بالغ شد، گفت ای پسرکم، ای پسرم، من خواب دیدم که تو را قربانی میکنم، بنگر رأی تو چیست. گفت ای پدر، آنچرا فرمان داده اند به جایار، اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهی یافت. و چون هر دو تسلیم شدند، اسلام دیگه، و او را به پیشانی انداخت، وی را ندا دادیم ای ابراهیم حقا رویای خیش را راست کردی، ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم، بیگمان این همان آزمایش آشکار است. و او را با قربانی بزرگی فدیه دادیم، زپل عظیم دیگه که گوچه هم تورات، و نام نیکش را برای آیندگان باقی گذاشتیم. این آیه تموم میشه این داستان در قرآن. بعد داره وسط دعوا نقطه میکنه برای اینکه به یهودیان باجی بده که اسحاق رو به اسماعیل تبدیل کرده ناراحت نشن. درود با بر ابراهیم، این چنین به نیکوکاران پاداش میدهیم، او از بندگان مؤمن ما بود. و او را به اسحاق که پیامبری از صالحان بود بشارت دادیم، یعنی بعد از این قربانی. اسم اسماعیل رو نمیاره ولی عملا چیز میکنه. و بر او اسحاق برکت عنایت کردیم و از فرزندان آنها برخی نیکوکاران شدند و برخی آشکارا برخیشتن ستمکار گشتند. داره دو پهلو برای یهودی ها میزنه. بله یه خاطره ای هم که گفتم، یه آخوندی گفت اگر خدا گوچو نمیفرستاد بایستی پدرها پسرهاشونو قربانی میکردن. من به قیافه پدرم نگاه کردم که خدایا این میتونه منو، حدود 9-10 سال بوده، بله هنوزم خاطرش از بین نرفته.
بله، برای کشتن یک اسم بی مسما، به خاطر اسم بی مسما انسان فرزندش رو بکشه. این کتاب حامد عبدالصمد فاشیسم اسلامیش در صفحه 49 یه مطلبی داره راجع به این قربانی که اون هم خوندنیه. این داستان جوانب مختلفی دارد، تورات و قرآن رو نقل میکنه که توجه ما را جلب میکنه. ابراهیم حاضر است به امر خدا رهبرش گردن نهد، بی آنکه مضمون اخلاقی این فرمان را مورد سوال قرار دهد. او حتی حاضر است پسرش را قربانی کند، آشکارا وحی شده یا اینکه در خواب دید. وجه مشخصه فاشیسم دو نکته محوری است: اطاعت بیچون و چرا و آمادگی غلوآمیز برای قربانی شدن. اقدام ابراهیم برای کشتن پسر، به عبارت دیگر آمادگی او برای چنین کاری، هسته تفکر تورات و اسلام را می سازه. مفهوم اسلام برگرفته از فعل عربی اسلمه و به معنای نثار کردن و تسلیم شدن است. همانند دین زرتشتی که پدر زرتشت پورش اسب دو رنگ به خواست خدا موفق نمی شود، در مسیحیت معجزه رخ میده و موفق. کشتن پسر و قربانی آن به وسیله پدر از همه رنگین تر است و پدر پسر یگانه خود را قربانی می کند، آن هم در صلیب که یکی از دردآورترین مرگ هاست. مسیحیت علاوه بر باور به داستان خواست قربانی اسحاق به وسیله ابراهیم، خود عیسی مسیح که پسر خدای پدر خوانده می شود را برای آمرزش گناه اولیه حوا و آدم و فرزندانش قربانی می کند. ولی نجات یابندگان تنها مؤمنین به الوهیت مسیح جهت قربانی شدن و آمرزش آن گناه اولیه می باشند، نه دیگران. چرا خدای پدر نمی توانست بدون این نمایش شرم‌آور و جنایتکارانه آن گناه را ببخشد؟ برای من معلوم نیست، امیدوارم کشیشان بگن. در ضمن چنان که در نقد مسیحیت گفته شد، عیسی در واقع نه پسر خدا بلکه خدای پدر، بلکه پسر اگنوم سوم یعنی روح القدس است. بدین سبب است که مسیحیت شناس کم نظیر یعنی نیچه در این چنین گفت زرتشت می نویسد: در آستانه دروازه ایمانش زنا ایستاده است. انجیل مرقس باب 15 آیه 34: ایلولی ایلولی لما سبق تنی، اینن اینجور نوشته در ترجمه فارسیش: الهی الهی چرا مرا واگذار کردی؟ خدایا خدایا چرا مرا واگذاشتی؟ یعنی فراموش کردی. معنیش اینه که مسیح نمیخواست بمیره. از جمله اخلاقهای بد اسلام غیر از این داستان قربانی که هم از نظر علمی و افراد بی‌طرف به هم مخالفین، قتل خاموش، کشتن قریش در مکه است و قبایل دیگه. اینا قتل‌های خاموش هست که پس از تسلیم شدن مکه به انتقام شخصی اونا رو کشته. پیروان مؤمنین اسلام در دفاع در واقع از این جنایت در سایت سخن اسلام شناسی در مقابل این سوال میگن که اسلام حکم قتل کسانی بعد از فتح مکه رو داده. پاسخ: تعداد آنها را در فتح مکه رسول خدا فرمان قتلشان را داد اختلاف نظر است. برخی گفتند 4 نفر بودند، برخی گفتند 5 نفر بودند و 4 زن، 5 مرد بودند 4 زن، برخی گفتند 4 مرد بودند و 2 زن. آقای شمیم رشدیه که استادیار دانشگاه علامه طباطبایی بود کتابی داره به نام محمد،
در صفحه 305ش یه دوستی به من در 2007 تاریخ چاپ نداره لطف کرد 11 مرد و 6 زن رو نام ذکر کرد گفته و در ذیل اسلام قاتل الارحام یعنی خیشاوندان است در جنگ احد البته خود پیغمبر جلو یه پسر رو که جلو پدر رفته بود گرفت اما با گفتن همین جمله ایشون آقای حمیم الرشدیه شمیم الرشدیه باشین در واقع لیست بسیار طولانی در مورد قاتل الارحام بودن اسلام خیشاوند کشی آورده از جمله نضر بن حارث پسر خاله پیغمبر در جنگ احد به اشاره پیغمبر علی بن ابی طالب کشتش عقبت بن ابی معیط مثل همون پسر خالش نضر بن حارث سوالات سگانه کردن که پیغمبر درمون طولانی مدت طولانی روح اصحاب کهف و ذوالقرنین انتقامشو کشید بعد از جنگ بدر اسیر شد و کشته شد همچنین طالب ابو طالب که میگم پسر بزرگ طالبه دیگه برادر بزرگ علی در جنگ بدر اسیر شد کشت علی ابن ابی طالب رو کشت و پیغمبر به اصطلاح این رو پوشوند چون آدم خیلی عاقلی بود و هر حال نذاشت که خیلی سر و صدا بشه چون به ضررش هم در صفحه 428 همون کتاب ولی مؤمنین لیست اونو که میگن به اصطلاح متفاوته در همون سایت اولی رو فقط اسماشونو میارم و شرحاش میمونه عبدالله ابن عبدالعز ابن ختل عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح عامری که همون که آیاتو تحریف میکرده عثمان نجاتش داد مقیس ابن سبابه از بنی لیث ابن کنانه چهارمی هویرس ابن نفیز ابن وهب بعد می نویسه خوانندگان گرامی بله آن حضرت اونایی که بدگویی می کردن و جنگ نرم را انداخته بودن کشت انتظار نداشته باشید دین فروشان مفتخور برای بیان حقیقت و روشنگری حرفی زده باشند. کارشون تحریف و تحمیقه. دروغگویی را تمه ادیان بدون استثنا به این دلیل تحریم کردند که انحصار دروغگویی را برای خود دین نگه بدارن. بعدم میگه که اینا را باید فقها بررسی کنه. جالب اینه که من کارم مقایسه است دیگه. در ویکیپدیای شیعه ایرانی فارسی ما کاتولیک تر از پاپ شدیم سنی ها شدیم تنها دو مرد و سه زن از اینها ذکر شد می نویسه پس از فتح مکه پیامبر اسلام با اعلان عفو عمومی همه قبایل از جمله قریش را به جز چند نفر بخشید عبدالله ابن هلال ابن ختل ادرمی از بنی تمیم بله و مقیس ابن سبابه لیسی که هند بنت عتبه همون زن ابو سفیان و مادر معاویه رو پیغمبر عفو کرد نمیتونست عفو نکن چون با خود ابو سفیان قرار داد بسته در ویکیپدیای بسیار مفصل عربی و سنی نسبت به ویکیپدیای فارسی و شیعه و هر دو با عنوان فتح مکه به جای دو تن نام نه تن را نوشته
که 3 نفرشون زن. من به اینم قناعت نمی کنم. همیشه مقایسه. عبدالله ابن عز ابن ختل تیممی، عبدالله ابن ابی سرح قریشی، اکرمت ابن ابی جهل قریشی، حارث ابن نفیل ابن وهب، مقیس ابن سبابه، حبار ابن اسود قریشی و دو تن زنن که اسم یکیشون فرتنی باقی موند و آواز میخوندن و چیز میکردن، شعر میگفتن علیه پیغمبر. سارت ابن مولا از بنی عبدالمطلب هاشم، بله، برخلاف گفتم ویکی‌پدیای فارسی و منابع حقوق بازتر شیعه، سنی ها حقوق بازن ولی شیعه ها بیشتر، در ویکی‌پدیا باید نوشت، عربی پی نداره، عربی منطبق تطبیق کردم با سیرت النبویه ابن هشام. جز بعضی نام ها که با اختلاف اومده، کسانی بخوان در جزء آخر سیره ابن هشام صفحه 32 عربیشه، من فارسیشو ندارم، البته ترجمه فارسیشم هست، و در هیچ کدوم از این دو منبع نام کنیزها یه آوازخان که به قصر رسیدن ذکر نشد. یکی از کار خیلی بد پیغمبر. بعد اونجا می نویسه صراحتاً در ویکی‌پدیا که 9 نفر بود من المشرکین. بعد عبدالله ابن سرح اول اومده به جای عبدالله ابن ختل آورده در سیره ابن هشام، نه عبدالعز ابن ختل. بعد فرتنی رو آورده، سه نامش معلوم نیست، چهارمی، پنجم الهویزس با سای سه نقطه ابن نقیل که الحارس نوشته در ویکی‌پدیا، مگیس ابن حبابه رو مگیس ابن سبابه نوشته در ویکی‌پدیا. اینا همه منبع اصلی همون ابن هشام، ممکنه اونم تطبیق کردن، حالا به هر حال. و هفتم یک ساره کنیز عبدالمطلب و بعد ویکی‌پدیای عربی. و به هر حال آخرش هم ساره کنیز عبدالله ابن هاشم بوده. اکرمت ابن ابی جهل هشتمه و نهم هم حبار ابن اسود قریش. بنابراین در این میبینیم که چجوری به قول معروف اینها رو هم در یکی از سایت ها نام فارسیشو آورده و بله، پرسمان دانشجو اهل بیت، عیناً مال سیره ابن هشام رو میتونید اونجا ببینید. من به هر حال این بحث رو در همین جا میخوام، یعنی طولانیه و یه مقدار البته میفهمم که به قول معروف تا حدی هم خسته کننده هست و آخرش این کوتاه در چیز، آیات زیادی در قرآن هست که یا در اون دنیا کافران رو مجازات میکنه وقتی زورش نمیرسیده، یا برای ترسوندن زورش هم میرسیده، در ذهن میخواست بترسونه، مثل آیه 39 سوره بقره که در مدینه است، کافران آنان که کافر شدن و آیات ما را تکذیب کردن البته اهل دوزخن و در آتش همیشه عذاب خواهند کشید. همون 159 همون سوره بقره، کسانی که آیات واضحه یعنی بینات را برای هدایت خلق فرستادیم کتمان و رد میکنن، هر آنچه که بعد در کتاب برای هدایت فرستادیم قبول نکردن، هم خدا و هم تمام لعنت کنندگان آنان را لعنت کنند. اینم از این. با 174 کسانی که آیات و کتاب ما را کتمان کردند
آتش به شکمش خود ریختند و در قیامت عذاب علیم دارند. الی آخر اینها به اصطلاح چیزایی است که در مورد تهدید اون جهانیه. این آیه هم 191، هر جا کافران را یافتید بکشید و با آنان و یا آنان را از دیارشان برانید. و آیه 193 سوره کافران، بله همان سوره بقره، کافران را بکشید تا فساد از روی زمین و همه آیین خدا را بپذیرند. بنابراین البته در قرآن گفتم چون عقلانیتم حضور داشت و بادی از ارسطو هم غیر مستقیم وزیده بود و در چیزهاش گاهن در سوره بقره آیه 111 میگه برهان بیاورید. یهود گفتند هرگز به بهشت نرود جز طایفه یهود، و نصارا گفتند جز طایفه نصارا. مسلمین هم همینو میگن دیگه. این تنها آرزوی باطل آنهاست. بگو بر این دعوی برهان آورید اگر راست میگوید. اینو شما در انجیل و تورات گیر نمیارید. آیه هم نشانه معجزه است. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز نشانه هایی برای خردمندان است. آخوند افسوده علم و رحمت و قدرت و مالکیت و حاکمیت و تبدیل خداوند. من رسیدم اینجا به اخلاق اجتماعی. هفته بعد اینو تموم میکنم و اخلاق دینی، فردی دینی و اخلاق اجتماعی دینی بخشی از ایدئولوژی دینیه، نمیشه از اون چارچوب بیرون بره. بسیار سپاسگزارم. شب و روز عزیزان بخیر.